احسان هاشتفی پرتاب بلند توپ از این بازیکن. آراکلیان ضربه سر اول رو میزنه. آشوبی ضربه بلند سلمان حسینی با ضربه سر فرصت برای گل اول توی دروازه. گل اول بازی به ثمر میرسه. علی علیزاده بازگشت پرفروغی داره به ترکیب تراکتورسازی. تراکتورسازی 1 مثل کرمان 0. زننده گل علی علیزاده. این هم خوشحالی تماشاگران در ورزشگاه. گلی که علی علیزاده به ثمر میرسونه تا تراکتورسازی 1-0 تا این لحظه پیروز میدان باشه. در دقیقه 17 دیدار این ضربه سر از سید محسن حسینی، بازیکنی که واقعا کمک زیادی به خط حمله تراکتورسازی کرده. از راه رسید علیزاده و با این ضربه توپ در بین مدافعان و دروازه‌بان مثل کرمان به طور در کاشته شده. باز هم سرزنهای تراکتورسازی داخل محوطه جریمه حضور دارند. هاشتفی حرکت میکنه، ارسال توپ، موقعیت توی دروازه. گل دوم برای تراکتورسازی و این بار تاسی رودریگو. گل دوم رو برای تراکتورسازی به ثمر میرسونه تا برتری تراکتورسازی قاطع تر بشه. خوشحالی هواداران از در ورزشگاه که همچنان بعد گذشت 20 دقیقه از بازی به تعدادشون افسوده میشه. تراکتور 2 مثل کرمان 0 با یک ضربه سر دیدنی دروازه باز شد. تاسی رودریگو نه در ارسال هاشتفی رو هم نادیده بگیریم. واقعا ارسال خوبی داشت در آخرین لحظه در دهانه دروازه. تاسی رو کمتر بشه. داخل خطای هند بود که داور اعلام خطا کرد. پنالتی برای مثل کرمان. ببینیم که با این فرصت چه کار میکنند. حالا ضربه میتونه زده بشه. فرصت برای مس و میگیره توپو محمدی در برگشت. باید پنالتی تکرار بشه. خطایی بود که در برگشت انجام دادن یا اتفاق دیگه ای افتاد. اینجا مهار کرد توپو عباس محمدی. در برگشت به خاطر این خطا بود که داور دوباره پنالتی گرفت. نگاه ها متمرکز به محوطه جریمه تراکتورسازی است. علیرضا فقانی سوتش رو به صدا در میاره. حالا ضربه میتونه زده بشه و توی دروازه. گل برای مثل کرمان. تفاضل گل به حداقل میرسه. مهرداد پولادی زننده اولین گل مثل کرمان هست در این دیدار. امیدواری به اردوی مسیحا بر میگرده با این ضربه دیدنی که پولادی میزنه. جهت توپ رو خوب تشخیص داد عباس تا ضربه ایستگاهی برای تراکتورسازی از سمت چپ به دست بیاد. فرزاد آشوبی پشت این توپ قرار گرفته، توپ میفرسته روی دروازه. یه ضربه سر خطرناک توی دروازه. گل سوم برای تراکتورسازی، این بار فلاویو لوپس. در شرایطی که تراکتورسازی تیم 10 نفره میدان هست در مقابل مثل کرمان، سومین گل را هم به ثمر میرسونه. فلاویو لوپز زننده گل سوم تراکتورسازی در این دیدار هست و باز هم تراکتور از روی یک ضربه ایستگاهی به گل میرسه. بازیکنی که هم شوت‌های خوبی داره هم ضربات سر خوب و دقیق. تراکتور 3 مثل کرمان 1. اختلاف گل باز هم به عدد 2 میرسه. این ارسال زیبا و این ضربه سر قاطع فلاویو لوپز